گرفتن 100 تا پنالتی با 10 تا از بهترین دروازه‌بان‌های PS21 در جهان. اگر ویدیو رو دیده باشین که من باهاش 100 تا کاشی زدم یا 100 تا پنالتی زدم، این ویدیو دقیقاً برعکس اون ویدیو، یعنی ما 10 تا از بهترین دروازه‌بان‌ها رو میاریم توی دروازه و فقط یک بازیکن که اون بازیکن باید بیشترین اوورال و دقت پنالتی زنی رو داشته باشه رو میذاریم که بهمون پنالتی بزنه به 10 تا از بهترین دروازه‌بان‌های PS21 که ببینیم کدوم یکی از دروازه‌بان‌های PS21 پنالتی گیرتره. پس لوگو سابسکرایب کردن یوتیوب فراموش نشه، اینستاگرام فالو بکنید، تتر بسیم بشه از کا 70K یا 100K. بریم سراغ ویدیو. من هر چقدر که رفتم گشتم دیدم کلا دو تا بازیکن بیشتر ندارم که اوورال پنالتی زنیشون توی PS21 99 باشه. دیدم فقط نیمار و مسی هستن که اوورال پنالتی زنیشون 99، یعنی قدرت پنالتی که میزنن 99. رونالدو 86 فکر کنم، نمیدونم 96 فکر کنم. اگه رونالدو رو میذاشتم مسی فنا میومدن میگفتن چرا مسی رو نذاشتی، و اگر مسی رو میذاشتم رونالدو فنا میومدن میگفتن که چرا رونالدو رو نذاشتی. هر چقدر با خودم فکر کردم که عادلانه باشه، دیدم که اگر نیمار رو بذاریم عادلانه تره. اما اوورال دروازه‌بان‌ها طبق اوورالشون چی گفتم؟ اما رتبه بندی دروازه‌بان‌ها طبق اوورالشون، رتبه اول اوبلاک، بعد آلیسون بکر، بعدش ترشتگن، بعدش نویر، بعد ادرسون، بعدش دخا، کورتوا، هاندانوویچ و شزنی، در آخر لنو هستن که ما از اوورال کم شروع می‌کنیم میریم به سمت اوورال بالا. پس اولین دروازه‌بانی که توی دروازه قرار می‌گیره لنوه. بریم سراغ بازی. بازی رو می‌ذارم روی حالت سوپر استار که همتون ببینید. نگین سوپر استار نیست، سوپر استار بیشتر نمی‌شه داشت توی تمرین. میریم روی پنالتی کیک، بریم سراغش. بله پنالتی اول همینجوری می‌بینید لنو توی دروازه قرار گرفته، پنالتی اول میخواد بزنه، 1 از 10 پنالتی اول لنو گل میخوره. پنالتی دوم لنو توی دروازه هستش، پنالتی اولو گرفتیم، پنالتی دومو بذار دقت بابا بگیر همون وری رفت. پنالتی سوم هنوز هیچی نگرفتیم ما، اما بهش میگم این بر بزن، بهش میگم این بر بزن، میرسی لنو اولین پنالتی رو میگیره، 1 از 3. پنالتی چهارم لنو میگه این بر بزن، بعدش بهش میگه این بر بزن. نیمار کدوم سمت میزنه؟ من میگم وسط میزنه. دیدی گفتم 2 از 5. وای 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 وای. پنالتی ششم، پنالتی ششم اگه اشتباه نکنم، 2 تا 6 تا رو گرفته. پنالتی هفتم آقای لنو در دروازه قرار گرفته، یه لحظه تمرکز. از 7 تا 2 تا گلن، نمیدونم چند تا زد، چرا همش یادم میره من. آقا باید وایسین بزن اول ضربشو. اوموشال پنالتی بعدی شماره 9، شماره 9 پنالتی 9 لنو. زود میرم، نه زود برم. پنالتی آخر تا الان 3 تا گرفته لنو، تا الان 3 تا گرفته. اینو بگیره میشه 40%. بله 40% توپایی که بهش زده شد رو درورد. بریم سراغ دروازه‌بان بعدی. دروازه‌بان بعدی کسی نیست جز شزنی. لنو که 40% توپ، یعنی 4 تا از 10 تا رو درورد. ببینیم که شزنی میتونه رکورد اون رو بزنه یا نه. احتمالاً باید بزنه دیگه، چون اوورالش هم بالاتر از لنو. پنالتی دوم آقای شزنی، اولی رو که گل خوردیم گن زدیم، بهش میگم این بر بزن. یه لحظه زد همون بر، ماشاءالله. همینجوری پیش بریم 50% رو گرفتیم. پنالتی سوم آقای شزنی، نارتی سوم. مرسی، از 3 تا 2 تا رو گرفته شزنی. پنالتی چهار روم شزنی، شزنی کدوم ور بره، این ور یا این ور؟ هیچی نمی وسط. نه شزنی میدونه کجا بره، از 4 تا 3 تا رو گرفته، اینجوری پیش بره قطعا رکورد زده. پنالتی پنجم اینو بگیره با لنو برابر میشه پنالتی پنجمو. برو شزنی، 5 تا 3 تا. پنالتی ششم شزنی اینو بگیره دیگه با لنو برابره، قطعا میگیره. چه یه لحظه قره شد، میبینی از 7 تا 3 تا اینو بگیریم دیگه با لنو برابریم. اصلا این من نمیزنه. پنالتی نمیدونه، پنالتی نهمه فکر کنم. اینو بگیریم با دیگه با لنو برابریم، اینو بگیریم تمومه. زد حالا همون بر، حالا که من اون بر نپریدم عجب آدمیه. پنالتی آخر رو بگیرم با لنو برابر میشه، فکر میکردم رکورد بزنه ولی نزد. بله با لنو برابر شد. پنالتی گیره بعدی کسی نیست جز هاندانوویچ. هاندانوویچ عزیز که اوورالش از شزنی هم بالاتر، از لنو هم بالاتر. هاندانوویچ هم اوورالش از شزنی بالاتر، هم لنو. ببینم این چیکار میکنه. میرسی پنالتی اول رو در میاره. پنالتی اول آقای هاندانوویچ در آورد که من بهش میگم هاندانوویچ. پنالتی دوم، پنالتی سوم آقای هاندانوویچ. چرا نگرفتی؟ من به موقع پریدم، از 3 تا 1. چقدر بد، باید کامبک بزنیم ما. مرسی. از 4 تا 2 تا. پنالتی پنجمو بعد ببینیم چیکار میکنه آقای هاندانوویچ. مرسی
پنالتی پنجم 3 تا از 5 تا رو گرفت. پنالتی ششم اینو بگیریم با لنو و شزنی مساوی میشیم. من به 3 میرسم به بعد خراب میکنم کامل. پنالتی هفتم از 7 تا 3 تا رو فعلا گرفته. بعد ببینیم اینو چیکار میکنه. وای چرا نمیگیری؟ همین اوورال تو اومده پایین دیگه. پنالتی هشتم اینو بگیریم 50-50 میشیم. ببینیم چیکار میکنه. تمام به رکورد لنو و شزنی میرسه. قطعا رکورد اونا رو میشکنه هندانویچ. پنالتی نهم دو تا پنالتی مونده، یکی اینه یکی بعدیش. ببینیم چیکار میکنه هندانویچ. ببینم اون برای نشون میخورد این برای میپنه. پنالتی آخر رو بگیریم رکورد زدیم، نگیریم مساویم با بقیه. میگیره من رکورد رو میشکنه. از 10 تا 5 تاشو گرفت، یعنی 50% از پنالتی هایی که بهش میزنن رو میتونه بگیره. البته به اون کسی که پشت دستم نشسته بستگی داره. دروازه‌بان بعدی کسی نیست جز دخا با اوورال 88. دخا در اون دروازه قرار میگیره. اولین پنالتی دخا هستش. ببینیم که چیکار میکنه، آیا میتونه رکورد هندانویش رو بشکنه یا نه. و بله پنالتی اولو گرفت. سالی که نکوه هست از بهارش پیدا است. پنالتی اول گرفت. پنالتی دوم دخا، ببینم کدوم سمت میزنی آقای نیمار. قطعا همین ور میزنی. دخا میفهمه این چیزا رو، دخا با تجربه این کاره. دو از دو رو گرفته، شاید باورتون نشه ولی هر چیز زده تا الان گرفته دخا. دیگه نشد، دیگه نشد بگیرم. پنالتی چهارم اگر این رو بگیریم خیلی خوب میشه، اگرم نگیریم خیلی اتفاق خاصی نمیفته. پدر سوخته همه رو داره میزنه اون ور. 50% رو گرفتیم از 4 تا 2 تا. پنالتی پنجم، پنالتی پنجم بابا رو گم شد دیگه. پنالتی ششم این رو بگیریم تازه میشیم 50-50. از 6 تا 2 تا. پنالتی هفتم، پنالتی هفتم هم چیکار میکنیم دیگه. خواهد شد بعد اینجوری کردی په. بله از 7 تا 3 تا رو گرفتیم. پنالتی هشتم اگر بگیریم با رکورد شزنی و لنو مساوی میشیم. دقت کنید دوستان، بله مساوی میشه پنالتی هشتم. پنالتی نهم و دهم رو اگر بگیریم رکورد زدیم. نهم و دهم بگیریم رکورد زدیم. الان مساویم با هندانویچ. اگر این پنالتی رو بگیریم رکورد زدیم، اگرم نگیریم که رکورد نزدیم. گن زدیم. دروازه بان بعدی کسی نیست جز ادرسون که اوورالش با اوورال دخا یکیه. پنالتی اول آقای ادرسون، لباسش با لباس کورتوا لباس زیرش یکیه، اون لباسی که پوشیده. وای وسطو خیلی سخت میشه تشخیص داد برخلاف زاویه های دیگه. پنالتی اول که گل خوردیم، پنالتی دوم ببینیم چیکار میکنیم. نیمار حرکت و بله ادرسون میگیره. بالاخره بالاخره میگیره. البته پنالتی دوم بود، بالاخره خاصی نداره اما گرفت. آقا یک از دو رو گرفتیم. پنالتی سوم بگیریم خیلی خوبه، نگیریم هم بد میشه دیگه. مرسی چه شوتی رو درآورد ادرسون. دو از سه رو گرفته. پنالتی چهارم اگر اینو بگیریم 3 تا گرفتیم. اگر اینو بگیریم 3 تا گرفتیم. و بله از 4 تا 3 تا، آمار بسیار خوبیه. پنالتی پنجم اینو بگیریم رسیدیم به رکورد شزنی و لنو. اما من به نظرم اینو گل میخوریم چون همیشه چهارمی گل میخوریم. نه میرسه دنیانی در کمترین زمان ممکن نسبت به رقبا رسید به 4 تا سیو. اگر پنالتی ششم که اینه رو بگیره رکورد میزنه، رکورد یه هندانویچ رو میزنه، به رکوردش میرسه. پنالتی هفتم اگر این رو بگیره با رکورد هندانویچ برابر میشه، اگرم نگیره با رکورد لنو و شزنی. بله با رکورد هندانویچ برابر میشه. پنالتی هفتمش بود فکر کنم. آره آقای تور، آره من یادم نیست، یادم رفت همه چی. پنالتی هشتم و نهم و دهم مونده، اگر این رو بگیره که رکورد زنه. و بله 6 تا پنالتی، 2 تا پنالتی مونده، 2 تا 6 تا رو تا الان گرفته. پنالتی 2 تا کلا مونده، این نهمیه فکر کنم. اینو بگیره 7 تا میشه، نگیرم 6 تا فعلا میشه رکورددار. گن زدی و 6 تا اشکال نداره. دروازه‌بان بعدی کسی نیست جز کورتوا با اوورال 89. آقای کورتوا در درون دروازه قرار میگیره. پنالتی اول کورتوا ببینیم که چیکار میکنه. خیلی بعد آقا رو میزنه تو یه بار دیگه میری کامل تغییر میشه. پنالتی دوم ببینم چیکار میکنه آقای کورتوا. مرسی کورتوا. یک از دو. پنالتی سیوم، پنالتی سیوم. یه معلم داشتیم به سیوم میگفت چی سیم اسکول بود. پنالتی سوم رو گرفتیم. این پنالتی چهارمه، اگر اینو بگیریم 3 تا رو تاله گرفتیم. مرسی. از 4 تا 3 تا رو میگیره. اگر اینو بگیریم شاید باورتون نشه ولی با لنو و شزین و برابر میشیم. بزن میگیرمش. مرسی چه پنالتی گرفت. با لنو و شزین برابر شد تو پنالتی پنجم فکر کنم. اگه اشتباه میگم شما میتونید ببینید. اینو بگیریم با رکورد هندانویچ برابر.
برابر میشدیم اگه میگرفتی. فکر کنم پنالتی نمیدونم هشتمشه یا هفتمشه نمیدونم، فکر کنم هفتمه. اگر اینو بگیریم با پنالتی هندانویچ برابر میشیم. میرسی تمام، به رکورد هندانویچ میرسه. دو تا پنالتی دیگه داریم، مثل این که یکی اینه یکی بعدی. اگر این یا بعدی رو بگیریم رکورد همه رو شکستیم. پنالتی آخره فکر کنم اگر اشتباه نگفته باشم، یکی دیگه حالا من میگیرم و ما خوب تمام رکورد رو میشکنه با 6 تا پنالتی سیف کرد. اگر حالا اینم هستش که اینم بگیریم، چون دقیق نمیدونم. و بله تمام 6-7 تا سیف کردش کورتوا. اگر اشتباه میگم شما بگین، چون من الان یادم نیستش، اما رکورد رو شکست کورتوا. دروازه‌بان بعدی کسی نیست جز نویر با اوورال مساوی کورتوا. خب با تجربه این کار کاپیتان تیم اومد تو، ببینم چه غلطی میکنه. استغفرالله ببخشید، ببینم چه کار میکنه. مرسی که همون اولی گل خوردی، فهمیدیم ما که نویر هیچ وقت شکست نمیخوره. این رو در کامنت ها ننویسید، فقط گوش کن بابا. یه دونه نداد اونور وسط سخته. پنالتی سوم هنوز هیچی نگرفتی، خیلی بده. وای آبروی نویر رو بردم با این پنالتی گرفتنم. پنالتی چهارم، پنالتی چهارم بالاخره در آوردیم یه دونه رو. پس پنالتی چهارم یه دونه در آوردیم. پنالتی پنجم باید بره. پنالتی پنجم نویر فکر کنم از بقیه رقبا بدترین سیوا رو داشته. پنالتی پنجم بگیریم دوتا گرفتیم. پنالتی ششم اینو بگیریم دوتا گرفتیم. خیلی بد واقعا، خیلی آبروی نویر رو بردم. نیمار رو به در سوختم میبینی آخه. پنالتی هفتم بگیریم دوتا گرفتیم. اگه از این به بعد نگیریم نویر میشه آخرین نفر. وای نویر شد آخریش، تا الان یه دونه گرفته. پنالتی هشتمه. وای فکر کنم پنالتی آخر باشه، نمیدونم، فکر کنم آخریش باشه. وای 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 باورم نمیشه نویر اینقدر بد باش دروازه بانی کردم. نگو مغرور شد. وای هیچی نگرفت نویر، کلن یه دونه گرفت. کمتر از یک فکر نمی کنم دیگه دروازه‌بان داشته باشیم که کمتر از هیچ، یعنی کلا هیچی نگیره. دروازه‌بان بعدی کسی نیست جز ترشتگن با اوورال 89، اوورالی که با کورتوا و نویر یکیه. پنالتی اول آقای ترشتگن در درون دروازه قرار گرفته، حالت مارپیچ انجام میده. نویر درون، نویر که ترشتگن این ور میرم میزنه اونور، اونور میرم میزنه اینور. پنالتی سوم، چرا هرش داریم بالاتر میریم بد میشه. وای وای پنالتی چهار روم، اگر میخواد رنگ یک بیاد یا دو فکر کنم این همه رو بگیره دیگه. خوب بالاخره در آورد. بریم سراغ پنالتی پنجم ببینیم که آقای ترشتگن چیکار میکنه. اگر اینو بگیره که خیلی خوب میشه، دو تا رو یعنی گرفته، اگر نگیره که همون یکی. بله مرسی، از 5 تا 2 تا. پنالتی ششم اگر این رو بگیره میشه یعنی 50% اگر اینو بگیره. از 6 تا 2 تا. پنالتی هفتم ترشتگن، پنالتی هفتم. پنالتی هشتم دیگه خدایی بگیرم آبروشو بردم. مرسی، از 8 تا 3 تا. خب آقای ترشتگن معلومه که نفر آخر نمیشه، این خوبه، این خوبه. پنالتی نهم اگر اینو بگیره با لنو و شزی مساویه. ضربه آخره بگیره با لنو شزی مساویه. نگیرم آخر نمیشه چون نویر آخره. آره نویر آخر، این یه دونه مونده با آخر. دروازه‌بان بعدی که خیلی از لیورپولی ها عاشقشن و اوورالش 90 کسی نیست جز آلیسون بکر. آلیسون بکر عزیز دیگه فکر کنم جان تو تموم کنه کارو، یعنی آب سردی بریزه بر دست حریفان. خب آلیسون بکر عزیز در رو دروازه قرار گرفته، خیلی با اعتماد به نفس احساس میکنم. مرسی که اعتماد به نفس تو به ما نشون دادی. پنالتی دوم آلیسون بکر با اوورال 90 در میاره با نوک پنجه ها. پنالتی سوم تو الان از دوتا یه دونه گرفته، سومیه رو بگیره خیلی خوبه. پنالتی چهارم اینو بگیره 50% رو گرفته، اینو بگیره 50% گرفته. ببینم گفتم اون ور بره. از چهارتا یکی، چرا هرچی داریم بالاتر میریم بدتر میشه؟ من دارم بدتر فکر کنم میکنم. پنالتی پنجم، پنالتی ششم تو الان یکی گرفتیم، خیلی بده خیلی. آبا با پات بگیر دیگه، آبروی ما رو بردی. پنالتی هفتم یه دونه کلا گرفتیم دیگه، نگم هی. پنالتی هفتم
اصلا این ور نمیزنه آقا، اصلا این ور نمیزنه، همشون ور. الان نکن من برم اون ور، آقا نگاه کن دیگه، من الان میرم اون ور، اگه نداد این ور نگاه کن. نه همون زد، همون ور زد. از 8 تا 2 تا، اگر از این 2 تا باقی مونده ها یه دونه هم بگیره با ترشتگن، 2 تاشو بگیره با لنو و شزنی، خوب با ترشتگن برابر میشه. اگر این رو بگیره با لنو و شزنی برابر خواهد شد، اگر نگیره با رکورد ترشتگن. ببینم به او گند زدم، با رکورد ترشتگن برابر میشه و نتونست رنک یک رو بگیره. دروازه‌بان آخر که همه انتظارش رو میکشیدیم، سلطان، دروازه‌بان پی اس 21 کسی نیست جز اوبلک با اوورال 91. آقا سلطان پی اس 21 اومد، هیچی نگید، ساکت باشید، ویدیو رو نگاه کنید. مرسی سالاری. واقعا البته وسط رو من قبول دارم، خیلی سخته گرفتنش، میمونی چپ بری راست بری اصلا. مرسی پنالتی دوباره میگیره اوبلک، مه به. پنالتی سوم آقای اوبلک، میگم بشه این بر بزن ببینم بچه حرف گوش کنی یا نه. نه حرف گوش کن نیست، از سه تا یکی. پنالتی چهارم اوبلک، باید دیگه بگیره، باید بگیره بابا، ولمون کن دیگه، از چهار تا یکی، چقدر دارم بد خراب میکنم. از پنج تا ببینیم چند تا. مرسی اوبلک، از پنج تا 2 تا را در آورده، اگر همه رو بتونه بگیره با پنالتی هفتم، فکر کنم اگه اشتباه نکنم پنالتی هفتم. ای خدا 2 تا در آورده، پنالتی هشتم، چقدر بد. بالاخره در آورد یکی، از 8 تا 3 تا، اگر این 2 تا مونده دیگه ببینیم چیکار میکنیم. بله پنالتی 5، پنالتی 4 روم رو میگیره، پنالتی آخر اگر این رو بگیره 50% توپ ها رو میگیره و با هندونویچ برابر میشه، اگه نگیرم که با لنو شزنی، با لنو شزنی برابر میشه، نتونست رنگ رو بشکنه و رکورد رنگ ها میرسه به آقای پورتوای عزیز رئال مادریدی. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، اگه از این ویدیو خوشتون اومده و دوست دارین که چالش های دیگه بریم، حتما اگر ایده ای دارین که چالش توی کامنت ها بنویسین که بریم انجامش بدیم. لایک و سابسکرایب کانال یوتیوب فرموش نشه، اینستاگرام هم فالو کنین، سر بسیم به 40 تا 60 تا 40 تا رسیدیم. ممنونم که تا آخر ویدیو نگاه کردید، فعلا تا ویدیوهای بعدی.